به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای هفته شام از یک خوش آمدید. من احمد شاشو کهمن. فاکس نیوز گزارش داده است که امریکا پس از سال 2019 برای ردیابی تحریک ها و حمله ها بر ضد خودش در افغانستان از هوش مصنوعی استفاده کرده است. این رسانه افزوده که با افزایش حمله های امارات اسلامی بر نیروهای امریکایی و ائتلاف تا پایان 2019 ارتش امریکا به توسعه برنامه هوش مصنوعی موسوم به راوین سنتری اقدام کرد. بر اساس حکم رهبر امارت اسلامی به منظور حل مشکلات مناطق نزدیک خط فرضی دیورند و سایر مناطق مرزی کمیته بر ریاست سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل ایجاد شده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که هدف از ایجاد این کمیته تازه تأسیس حل مشکلات مناطق نزدیک خط دیورند و سایر مناطق مرکزی عنوان شده است. سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن گفته است که این وزارت در یک سال گذشته در زمینه انتقال زمین‌های دولتی به وزارت ترانسپورت و برنامه‌ریزی پروژه‌های سرکسازی و شهرکسازی کارهای بیشتری انجام داده است. مسئولان این وزارت افزوده‌اند که به منظور کاهش ازدحام ترافیکی پایتخت در چهار قسمت شهر کابل برای ساختن ترمینال برای موترهای باربری کار جریان دارد. معاون سیاسی ریاست الوزراء در دوحه با سفیران سفارتخانه ها و دیپلمات های برخی کشورهای اروپایی در مورد افغانستان گفتگو کرد. مولوی عبدالکبیر در این دیدار بر بازگشایی نمایندگی های این کشورها در کابل نیز تأکید کرده است. سفارت افغانستان در بیجنگ از دیدار سفیر افغانستان با نماینده ویژه کشور چین در امور افغانستان خبر داده است. در این دیدار اسدالله کریمی سفیر افغانستان در چین با یوشاو یونگ نماینده ویژه کشور چین در امور افغانستان در مورد گسترش روابط کابل و بیجنگ بحث و گفتگو کرده اند. گفتنی است که در این دیدار همچنان در مورد تعامل متقابل با کشورهای همسایه، روابط دو جانبه تجاری و برخی از مسائل دیگر گفتگو شده است. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا اعلام کرده است که 83,000 نفر از اثر سیلاب های پسین در افغانستان آسیب دیده اند. این نهاد افزوده که بارندگی های بیش از حد و جاری شدن سیلاب ها به چندین ولایت در سراسر کشور آسیب رسانیده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان گفته است که بیش از 180 خانواده پناهجوی افغان از ایران و پاکستان به گونه اجباری و اختیاری به کشور برگشته اند. این وزارت افزوده است که این پناهجویان از گذرگاه های مرزی ولایت های ننگرهار، قندهار، نیمروز و هرات وارد کشور شده اند. شماری از باشندگان ولایت پروان از بدرازا کشیدن کار ساخت و ساز چهار راه شهر چاریکار ولایت پروان ابراز نگرانی میکنند. برخی از دکانداران شهر چاریکار میگویند که بدرازا کشیدن کار این پروژه تأثیر منفی بر کار آنان گذاشته است. و در مهمترین از جهان، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که تهران به دنبال افزایش تنش‌های منطقه‌ای نیست، اما معتقد است که برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر نیاز به تنبیه اسرائیل است. رویترز گزارش داده که سخنگوی وزارت خارجه ایران این موضوع را پس از کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس در تهران بیان کرده است. ناصر کنعانی از ایالات متحده خواست تا حمایت از اسرائیل را متوقف کند و جامعه بین‌المللی در وظیفه خود برای حفظ ثبات در منطقه شکست خورده و باید از تنبیه متجاوزان پشتیبانی کند. این بود مهمترین ها تا این ساعت از یک. شب روزتان بخیر.